سلام بینندگان عزیز، ساعت به وقت پراگ 10 است. من میرزا نبی خالقزاد از قرارگاه مرکزی رادیو آزادی در پراگ برای شما سرخط موضوعهای برنامه اخبار آزادی را معرفی میکنم. برنامه ساعت رسا 5 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو مستقیم نشر میشود و ثبتش را هم میتوانید ببینید. سامان ایر شروع از امروز پروازهایش را به سمت روسیه کم میکند. این تصمیم بنابر جاری گردیدن محدودیت برای ورود شهروندان خارجی به این کشور راه اندازی شده است. و قبل این شرکت هوایی تا 1 می مسافرانی که چیپته این هواپیما را داشتن از روسیه به تاجیکستان می توانند پرواز کنند، اما از تاجیکستان تنها آنهایی به هواپیما راه داده می شوند که شهروندی روسیه را دارند و یا به این کشور بنابر مرگ خویش نزدیکشان می آیند. درباره تغییر در کاری پروازهای شرکت های هوایی به سمت روسیه جزئیات را در برنامه خبری منتظر باشید. در قرقیزستان همسایه باز هم نزدیکتر به تاجیکستان نخستین حالت های گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شد. با گفته مقامات قرقیز، 3 نفر که اخیرا از عربستان سعودی برگشته بودند به این بیماری گرفتار شدند. در همین حال در قزاقستان کارانتین اعلام می شود. در این کشور آسیای مرکزی شماره گرفتاران به ویروس کووید 19 فوق العاده افزایش یافته. تنها در یک روز 17 مرد 33 حادثه گرفتاری به این بیماری تشخیص شد. سر از نیمه شب 19 مرد در کشور کارانتین جاری می شود. دیروز سروزیر این کشور در جلسه کمیسیه پرزیدنتی این کشور گفت وظیفه فوق العاده که از طرف پرزیدنت قاسم جومر توقایف اعلان شده است تا 15 اپریل ادامه می کند. وی گفت در چارچوب کارانتین 2 شهر کلانترین نورسلطان و آلماتا و قسمت ها تقسیم شده، در هر یک گوشه های آن پاسگاه های تشخیص بیماری تشکیل می گردد. در تماس با رادیو آزادی یک عده مهاجران تاجیک درباره این چاره بینی ها و مشکلی هایی که آن به بار آورده است صحبت کردند. صحبت را در برنامه خبری پیشنهادی شما خواهیم کرد و با هم می بینیم. در برنامه امروز همچنین از تفصیلات ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با زیاریان کشور معلومات خواهیم داد. ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با زیاریان در چند سال اخیر در آستانه عید نوروز به حکم انعنه در آمده و هر سال این ملاقات با شکوه شماهمت برگزار می شود. در گذشته زیاریان بارها انتقاد شدند که در برابر مسائل مهم خاموشند و از دادن سوالهای مهم خودداری می کنند. دادگاه ناحیه سینا بحث دولت حبیبوف را که نامزد به وکیلی شهر بود با کمیسیه شهری انتخابات بررسی دارد. دولت حبیبوف عمل کمیسیه را که آوازهای یک نامزد را به نامزد دیگر بخشیدن غیر قانونی می داند. جزئیات را کمی دیرتر در اختیار شما می گذاریم. و حالا یک خبر ناخوش. یک صدمه مرگبار در شاهراه دوشنبه خوجند جان 6 نفر را گرفت. بنا به اطلاع کمیته حالت‌های فوق العاده برخوردی 2 ماشین دیروز در موضع شهرستان به عمل آمده است. تا کنون سبب صدمه دقیقاً معلوم نیست، اما گفته می شود که راننده یکی از این 2 ماشین نتوانسته است در حالت اضطراری ماشین خود را اداره کند. در نتیجه صدمه راننده ماشین اپل زفیر و 5 نفر مسافرانش که ساکنان سغد و ختلان و بهدد بودند جان باختند. مقامات حفظ حقوق سبب‌های صدمه را تحقیق دارند. بینندگان عزیز، این بود فشرده موضوع های برنامه امروز. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و آنلاین کلاسیک همراهی کنید. خدا نگهدار شما.